سلام، ببخشید کمی دیر کردم. سلام قربان، احوال شما خوبی؟ به خاطر یک سری مشکلات مالیاتی مجبور شدم چند روزی در شرکت رو ببندم. شما پولتون نقد آماده است؟ همش نقده. عالی شد، ماشین بیرون منتظره. عذر میخوام، تکلیف تنظیم قراردادمون چه میشه؟ قرارداد با مهر و امضای شرکت توی ماشین آماده است آقا؟ خدا نکرده سوء تفاهم نشه. شما متوجه هستید که این روزا به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. کاملا درسته. چیزی که تو این روزگار زیاده کلاهه. یا کلاهو سر میذارن یا بر میدارن. آشف سیامکه. آره خودشه. برو سیامک کجا؟ خونه. اصلا کامل داشت یادم میرفت. بیا بقیشم باشه بعدم بدیم. دیگه صرف نمی کنه. پرویز این بار بفهمه ماشینشو کش رفتن با اردنگی میندازتم بیرون. پرویز کیلو چنده؟ همین روزا دیگه صدات میکنم بیای پیش خودم کار کنی. برو بابا، دو ساله داری همینو میگی. سلام به خاتون عزیز دلم. علیک السلام.
چه عجب از این طرفا؟ بالاخره یادت اومد که خونه ای هم داری. کارم خیلی زیاده. این کار لاکردار خیلی خسته میکنه. ببینم. کچلوار بابات تو صندوق کشیدی بیرون پوشیدی که چی بشه؟ گفتم یه یادی از بابا خدا بیامرز کرده باشم. بس کن سیامک. هیچکی هم نه تو. والا مرده ها هم دیگه دستت به زله اومدن. آخرش تو منم میفرستی بر دست بابات. کدوم کار قربونت برم؟ من که کاری نکردم که. خودتو به اون را نزن سیامک. با همون کاری که این همه طلبکار دور خودت جمع کردی. روزی نیست که یه نفر نیاد در نزنه و کلی لیچار وارد نکنه. آخه تو کی میخوای درست شی؟ ببین اگر اینا طاقتشون طاق بیاد کار میدن دست تا. حالا از من گفتن از تو نشنیدن. نگران نباش خاتون من. همین روزا یه پول قلمبه میره تو جیب آقا پسرت. اول از همه طلب این آدمای خزاخیل رو میزنم تو صورتشون. بعدم میام خاتونم رو میبرم خونه خدا. لازم نکرده. شش ماه به من قول دادی یه شب جمعه منو ببری شاب دلزیم. هنوز اون روز نیومده. پاک یادم رفت. فردا میرم پول جور میکنم. همین پنج شب جمعه میریم شاب دلزیم. صد سال حاضر نیستم با این پولایی که نمیدونم از کجا اومده برم زیارت. خدا رو شکر با همین مستمری که از بابات اومده و این خورده کاریا میتونم این خونه رو سر پا نگه دارم. فقط نگرانیم توه. ببین سیامک، پدر خدا بیامرز تو این محل صورتشو با سیلی سرخ نگه داشت، آبروداری کرد. تو یه شبه به باد ندی. رو سفیدت میکنم خاتون. حالا نگاه کن. این اینو بهش کن دیگه. بالا نذاریم، همین پایین بذاریم. این از این آقا سیا بفرمایید. امری باشه. یه عرض کوچیکی داشتم خدمت از کوچیلتون. دختر یا پسر اینو بفرمایید. من عرض میکنم. خواهش میکنم. دستتو بگیر بالا. بی هوا میزنی نه؟ گفتم دستتو بگیر بالا. آخه اینجا همه چی اسباب بازی نیست ها. چرا معطلی؟ ببر بالا دیگه. آخه زیر بغلم پاره است. حتما با گند عرق میده. نمیخواد. نمیخواد ببری بالا. همونجا وایسا. چیزی نیست شیرین. اصلا نترس. میشه بگی اینجا چه خبره؟ بهتره از این آقا بپرسی. والا من بی تقصیرم. الانم فقط یه پیغام دارم براتون. چه پیغامی؟ والا به ما گفتن یه گوشمالی بهش بدم و بگم اگه تا پس فردا چکات آقا سهرابو پاس کرد. خب که هیچی. اگرم پاس نکرد اصلا به من چه ربطی داره؟ میری به این آقا چون میگی که ما به هیچ کس بدهکار نیستیم. فهمیدی یا نه؟ بزن به چاک. بودو ببینم. بلنشو ببینم. رفت. من امروز میرم پیش خاتون تکلیفم با تو سیامک روشن میکنم. در ضمن مگه دیروز نگفتی همه ای تفنگا رو فروختم؟ این چیه دستت؟ این آخرش گشته بودم برای روز مبادا. ببین نمیزنه. گازش تموم شد. بیا بیا بیرون. بیا بیا بیرون. اومدم بابا. بیا بیا بیرون. چه خبره؟ خاتون هرکی بود بگو سیان یه سرفته شهرستان. خب تو کجا میری؟ دو سه روز میرم بشه نادر رفیقم. خدا آخر عاقبت ما رو با این بچه به خیر کنه. چه وقت تموم شدن شارژ بود آخه؟ آه سیامک از این خط جلو تنهایم. تو کجا فهمیدی من سیامکم؟ من میگم تو کور نیستی. هیچکی باور نمیکنه. من کورم ولی صدای پای تو رو از صد متری تشخیص. داشتم رد میشدم گفتم حالتو بپرسم. حالم خیلی هم خوبه. کار دیگه
از من به تو نصیحت، اخلاقت خیلی بد شده. از نون شب واجبتر برای یه گدا اخلاق و روابط عمومی خوبه. اصولش خودم بلدم، برات کلاس میذارم مجانی. حالا یه کارت تلفن به من بده. اصلا حرفشو نزن بابا، پولشو بهت میدم. نه اینکه حساب کتاب کارتای قبلی تو دادی، تو دیگه چوب خطت پر شد. ببین میخوام یه تلفن بزنم باهاش کلی پول جابجا کنم. من بالاخره از دست تو هم که شده از این محل میذارم میرم. 212 تومن با حساب قبلی میشه یه کارت کامل. بده دیگه. کجا میخوای بری؟ از این محل بری دیگه این محل صفایی نداره. هر جا بری خودم دنبالت میام. الو، الو نادر سلام، من سیام. گوش کن ببین چی بهت میگم، پول لازم شدم. تو کی پول لازم نیستی؟ بابا اوزام خیلی خیته. تو الان کجایی؟ من بهت میگم الان پول میخوام. آدرس بده زود بیام اونجا. بابا نمیشه، ما توی خونه کار میکنیم که صابونش از اون گنده دماغاست. ورود آدمای متفرقه رو قطعا کرده. قربون شکلت برم. تو آدرس بده، من همه چی رو حل میکنم فدات شم. اصلا تو نمیام، خوبه؟ تو آدرس بده. واسه. بگو. نیام باز ما دوتار اشتباه گرفتن. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ از این طرف ها؟ از محله شماست؟ محله ما. یکی از دوستان اومده اینجا واسه فیلم برداری. خب ببین آدرس چه؟ این خونش کدومه؟ درسته، همینجا. خونه تایی؟ بله، ولی جا قد بوده فقط برای فیلم برداری اومده اینجا. چطور مگه؟ خونه مالای پیرمردیه که نوزول خور شبا هم از ترس پول خوابش نمیبره. اگر ترس پول خوابش نمیبره بابا واسه اینجا میده اجاره. حتما ایناست که تا پول میبینه دست پاش میلرزه. نه بله، تو گاف صندوق پر از سکه و وثیقه. راست میگی؟ پس واجب شد حتما ببینیمش. دیگه مکنه بدم مغازه برهیم و بده. ولی خب نشد. بدهی؟ خب بده دیگه. همون 100,000 تومانی که خواهی گفتی. 100,000 تومان دست درد نکنه. خب بزن شدم کنه. آخه این 100,000 تومان به جون تو مایشه. خودت گفتی. 2500 دیگه بذار روش. 2500 دیگه بذار روش. خودت گفت. بابا اشتباه کردم گفتم. حساب کتابم اشتباه میشه دیگه. 2500 بذار روش مایش واقعا در میاد. به جون تو دست درد نکنه. قابل نداره. باشه پیشت. باشه مال خودت. جون تو بر خونه. ها میخوای بعدم بده. دست درد نکنه. چکریم. قربونت. سلام علیکم. کسی؟ جناب علی. صابخونه. جدن؟ خوشبختم. نگفتی کی هستی؟ من دوست نادرم. نادر دیگه کیه؟ نادر اینجا دستیار کارگردنه، برنامه ریز همه کاره است. گفته بودم توی خونم آدم غریبه راه نمیدم. نمیدی؟ من نادر من گفت بیام اینجا فیلم بازی کنم. خیلی خوب. زودتر برو وصل روشن کن. چون اصلا خوشم نمیاد که آدم های غریبه توی خونه من پرسه بزنن. چرا باشه من نگاه کنه؟ برو دیگه. برو چشم. بایز. کیوان! ظرف غذا تو نبردی. وای تو بهترین همسر دنیایی. بدش به من عزم. بگی! گاد! آبی چه طرز بازی کردنه؟ چه خبره؟ نادر چش شو؟ نادر چش شو؟ چیزی نشد آقا. من بس بگی چند چایی بیارم. چند چایی بیارم؟ خودش لوس میکنه علکی. شما نه چند چایی بیارم؟ من برم چایی بیارم. بابا! چه طرز بازی کردنه؟ آروم باشی بابا. با
بابا پوپک خانم این ظرف غذای صاب مرده رو یه خورده آروم‌تر پرتش کنه، این صد مرتبه. آخه چه جوری بندازم؟ یعنی از اینم آروم‌تر؟ ببینی خانم، مثلا شما این ظرف غذا رو دارین میدین به عشق زندگیتون، خب؟ شما یه جوری اینو پرتش می‌کنه انگار پرتاب دیسکه. حالا که طوری نشده که. یه بار دیگه می‌گیری. ها؟ دیدی گیم اوور شدم؟ ای بابا، من دیگه نیستم. تا وقتی این خانم اینجاست دیگه نیستم بابا. فرشید جون کجا؟ هنو کلی کار داریم بابا. ای بابا نشنی چی گفتم؟ رو من دیگه آقا حساب نکن. فرشید جون شما هنو با یه پروژه قرارداد داری؟ بابا چیکار کنم آقا؟ برم دنبالش؟ لازم نکرده. یه از همه اولش هم پی بونه بگش. یه زنگ بزن به یه خسروی ببینیم چه خاک تو سرمون بیزی. نور داره میره ها؟ به درک رفت که رفت. زنگت بزن تکلیفمون امر معلوم بشه. سلام علیکم، گوش خدمتتون. بفرمایید. الو خسرو، الو خسروی خوبی؟ سه دوباره این پسرها بازی در بردا. همه الانم باربندیش جمع کرده. نه نه این نشو سه کاکو این بنده خدا یه جورایی هم حق داره ها. روز اولی که اومد قرار داد چی بس گمون میکرد که حالا جلو یه ستاره بازی میکنه. نمیدونست که جلو دختر خانم شمان که. حالا هم این بهت بگم خلاص، هیچ بازیگر گنده جلو ای با نمیسته. از ما گفتم بود خود دانی، زیاده عرضی نیست. خداحافظ شما ناده. بله چون که بسمن نگاه میکنی بار بود کار ترتیب خوب. میگم آقا کی میشه این دختره شوهر کنه بره پی کارش، سینما و کل بشریت از شرش خلاص بشه. بگو چای بیارن. چای. سلام. از کی اومدی اینجا؟ از کجا اومدی تو؟ از در اومدم. چقدر میخوای الا؟ هم هرچی بیشتر بدی بهتر. بگم اینقدر بیشتر ندارم. دست در نکنه. میگم چیزی اینا بازیگر نمیخوام، من خوب بازی میکنم. ولکم بابا سیا وقت گیر آوردی. بجون تو بیام اینجا. بی برو بی برو دنبال کارت اینجا وضع قمر در عقبه. برو. باشه. سلام. چه عجب این وقت روز از این برا. چی شده؟ هیچی نشده. اصلا من رفت نده. خودت همه شو بس خاتون تعریف میکنی. خب یک دو مهم بگین چی شده. طبق معمول همیشه آقا سیامک. شیرین چیه؟ نکنه دروغ میگم. چی شده شیرین جون؟ باز با سیامک دعوا شده؟ نه خاتون، بازم یکی سیاوش رو با سیامک اشتباه گرفته. به خدا این سیامک واسه همه شده درد سر. شیرین خواهش میکنم. من نمیدونم تو تا کی میخوای بذاری سیامک ازت سوء استفاده کنه ها؟ اون بیچاره اصلا روحش هم از این قضیه خبر نداره. خبر داره یا نداره؟ این چندمین باره که این اتفاق داره میفته. تو هم هیچ کاری نمیکنی. چی کار کنم؟ برم بهش بگم ببخشید شما چرا شبیه منی؟ چرا متوجه نیستی؟ بابا اون داداش بزرگتر از منه، احترامش واجبه. اون فقط 5 دقیقه از تو بزرگتره. خاتون تو رو خدا شما یه چیزی بگین. چی بگین؟ اون اصلا اینجوری نبود. آتیشو میسوزون ولی با کسی خورده حساب نداشت. همش به خاطر اون کله گشادی بود که اون رفیق گور به گور شدهش منصور سرش گذاشت. هرچی بهش گفتم بچه این پسر آدم درست حسابی نیست، پر از خورده شیشه است، گوش نکرد. نتیجه‌اش هم دید. حاصل 5 سال بدبختی، 5 سال زحمتش هم بالا کشید. پشتش هم یه عالمه بدهی واسش گذاشت که دیگه نمیتونه جمع جورش کنه. به خدا بچه‌م اونجوری بدم نیست.
دل نازکه، مهربونه، راضی به ضرر کسی نیست. فقط باید یه خورده به خودش بیاد. بعد نگذره آقا سیامک. سلام، دیر کردی. کلید خونه را کجا آوردی؟ جای همیشگی، تو جا کفشی. راستشو بگو، این دفعه دیگه کی دنبالته؟ دوسته تو طلبکار سیریش. پس اینجا شده پاتوق دیگه. بی خیال بابا. راستی، واسه این فیلمتون بازیگر انتخاب کردی؟ چطور؟ نکنه تو میخوای بیای بازی کنی؟ مگه من چمه؟ خیلی هم دلشون بخواد. راستشو بگو سیا، ما این همه سال با هم رفیقیم، این همه فیلم من کار کردم، چطور یهو الان عشق بازیگری زده به کلت؟ گفتم منم شانسم رو امتحان کنم. ببین نادر، تو راجع به این پیرمرد صابخونه چی میدونی؟ اما رو میگی؟ اینکه با خودش هم دعوا داره، اصلا کسی جرأت نمی‌کنه بره سمتش. چطور مگه؟ میدونستی تو کار قاچاق عتیقه است؟ عتیقه؟ دیروز یکی از دوستای سیاوش رو دیدم، آمارش اون بهم داد. وقتی اومدم پیشت زاخسیاشو چوب زدم، مشتری داشت، رفتن تو ساختمون، از پشت پنجره نگاش میکردم. یه گاف صندوق داره، مطمئنم توش پر سکه طلاست. میدونی فقط دو سه تا از اون سکه ها میتونه زندگی من و تو رو از این رو به اون رو کنه. خب که چی؟ چرا تو نمیفهمی؟ آخه تو زورت نمیگیره وقتی میبینی اون پیرمرد فکستنی که پاش لبه گوره نشسته رو گاف صندوقش و پولا رو کرده اون تو درش هم قفل کرده؟ اون وقت من و تو بابت سنار سرش از صبح تا شب باید تو خیابونا جفتک چارکش بندازی. چی میخوای بگی؟ نکنه میخوای بری خونهش دزدی؟ همچین بگی نگی. بابا پیرمرد اوضاش خیته. میدونی چرا؟ واسه اینکه تو گاف صندوقش هرچی داره، یا عتیقه است یا زیر خاکی. پس وقتی دوز بهش بزنه دیگه جرأت نمیکنه زنگ بزنه پلیس بگه. یه نقشه کشیدم آلوالو. درست موقع فیلم برداری. پس بگو، واسه همینه که عوض بازیگری زده به سره. ببین آقا سیامک، من ممکنه تو زندگیم خیلی کار رو کرده باشم، ولی این یه قلم ازم بر نمیاد. پس میخوای تا آخر عمرت همینجوری که هستی بمونی دیگه؟ آره؟ آره. حالا تمومش میکنی یا نه؟ خیلی خب بابا، ناراحت نشو، شوخی کردم، علکی گفتم، ولش کن. حالا ببینم ما رو بازیگر میکنی یا نه؟ سلام. شما؟ من از طرف آقا نادر اومدم برای بازیگری تو فیلم. ها آقا نادر، در مورد شما خیلی با ما حرف زده. چیزه، من خسروی ام، پوپک خسروی. تازه بازیگر نقش اصلی زنم هستم تو این کار. جدی؟ آفرین به حسن سلیقه کارگردانتون، واقعا که خوب انتخاب کردید. من مطمئنم شما در آینده یه سوپر استار خیلی بزرگ میشید. جدن راستی خیلی خوشحالم. آخه میدونی که منم به این نتیجه رسیده بودم. به نظر من یه بازیگر باید حواسش رو خیلی جمع بکنه. من تو این چیکار می‌کنی؟ ببخشید خانم بازیگر. باشه جزه، خوشحال شدم. کجایی تو؟ من دیر شد. نه ولی خب ببین، من مخ تهیه کننده و کارگران رو حسابی پختم دیگه، اینجا بعدش با تو ها، بعد خودتو نشون بدی. سوتی نده یه وقت، دست نزن به اون اینجا. بس که اسم من سیاست، یه عمر سیاکارم. حواست جمع کن برو. همه جمع الان اینجا سر کارم، کار منه نمیتونم ویل کنم پاشم بیام اونجا. که شما خیالت راحت باشه، بذار کار من تمام بشه اینجا، من خودم میام آقا جانو میبارم یه دکتر خوب. بله، پول دیجوز حواله کردم، حالا میرسه.
میرسه. آره شما نگران یه چی نباش، همه چی درست میشه مار جان. باشه کاری به من نداری؟ دور با هم باشم. خدا چیه؟ رفتی تو لک؟ من نشدی ننه ما هم ولکن نیست. البته اون بنده خدا هم تقصیر نداره، پنج شیش تا کورو کچل و یه شوهر مریض افتادن گردنش، این وسط هم فقط عبودش به منه. فکر کنه اوزان ردیفه، نمیدونه هر روز یکی از چکا میرزی دست شرخه. بابا تا کی میخوای دنبال یکی پای فیلم برداری بری این ور اون ور؟ مجیز کارگردانتو ببین، دنبال خورده فرمایشات بازیگرا باشی، براشون آژانس بگی. بابا من و تو میتونیم یه روزه یه عالم پول و هولوک بیارداریم بزنیم تو جیبمون. اون موقع تو میتونی بگی خانواده من تا آخر عمر تأمینم، میتونی اصلا خودت تهیه کننده کار خودت بشی، خودت کارگردانش بشی. بابا اون موقع پول داری، میتونی پول بدی هر بازیگری که خواستی برداری بیاری سر کاره. چه پول بعدش میاد ها؟ فقط اگه دیدیش سلام منم بهش برسون. راجب حرفای دیشب من خوب فکر کردی؟ با زورگیره دیا، من قرار نشد تو بیخیال شی؟ به من گفتی یه نقش توی این فیلمتون برای من جور کن، با هر بدبختی بود فقط رو حساب رفاقتمون رفتم برای جورش کردم، ولی اگه واقعا یه فکری دیگه تو کلت باشه همین فردا من میرم کنسلش میکنم و بهت گفته باشم. باشه باشه، آخر رفاقتت همینجا بود دیگه. چه ربطی داره؟ ربطی یاد نیست چند سال پیش خورده بود به خنسی؟ کی خود چه انداخت تو درد سر که شما نجات پیدا کنید؟ هی هنوز اون موقع آقا سیا واسه خودش برو بیایی داشت، انقدر بدبخت نشده بود که بخواد واسه یه کار کوچولو به یه رفیق نیمرا رو بندازه. خودت هم خوب میدونی من هیچ وقت رفیق نیمرا نبودم. خب پس قربونت برم الان موقعشه دیگه، که ما جفتمون میخواییم برسیم به آج. قبوله؟ خسته نباشید. سلام. سلام. چای بیارین. سلام. پس بالاخره تونستی نقشو بگیری. با اجازتون. آخه من خیلی خوشحالم، من مطمئنم شما از پس نقش برمیاین. نمیخوایم برین گیریم؟ گیریم؟ نه ممنون، من صبح همون بودم آبشونه کردم. چقدر شما بامزه‌ای. پس سر صحنه میبینم تو. ببینم آقا پسر. بله. آقا نادر اینجا کار میکنه؟ بله. میشه صداشون کنی؟ یه لحظه صبر کن. آقا نادر. بله. من فریم. دیروز چکتون از آقا بیژن خریدم، میخوای حسابتو پر کنی یا نه؟ خوبی شما؟ آقا فری ببین من تو همین چند روزه قراره یه پول خوبی دستم برسه، اگه لطف کنی یه چند روز به این مولد بدی. بدون بچه جیبول
اگه تا سه روز دیگه، فقط سه روز حسابتو پر کردی که هیچ، وگرنه به بچه ها میسپارم یه فیلم اکشن برات درست کنم. فقط عیبش اینه که کتک خورش خودتی. پس آخر فیلم گریه دار نشده یه فکری به حال خودت بکن. چی فهمه؟ سه روز. سه روز. بابا آقا نادر چیه دمقی؟ یه شرخره دیگه اومده بود دم در، میگفت اگه تا سه روز دیگه براش پول رو نکنم دوباره میاد سراغم. اوه پس کار تمومه. ای بابا باز این یارو با چایش اومد. نمیخواد بابا، ببر. ببینم نمیخوای راجع به نقشه من درست حسابی فکر کنی؟ خدا بگم چیکارت کنه سیاه، همینطور فقط مخ آدم رو انگولک میکنی تو. ببین بدون اینکه آب از آب تکون بخوره همه چی تموم میشه. اون وقت من میتونم رو پای خودم وایسم، تو هم راحت میتونی اینجا بشینی بدون دغدغه به اینکه فکر کنی الان شرخر میاد دم در یا نمیاد. آخه من این کار رو نکردم تا بار. خیلی ساده است، من میتونم در عرض 10 دقیقه بدون اینکه کسی متوجه بشه برم تو ساختمون کار رو تموم کنم و بیام بیرون. به همین سادگی بابا، این یارو انبار 24 ساعته چشش به ماست، در ساختمونش هم 6 قفله است. فکر همه ایناشو کردم، مهم اینه که موقع فیلم برداری هیچ کس متوجه غیبت من نشه که نمیشه. خب چطور میشه کسی متوجه غیبت تو نشه؟ برای اینکه همون موقع درست سیاوش داره با لباس و گریم من جلوی دوربین بازی میکنه. سیاوش خودتون؟ آره، اینجوری دیگه هیچ کس هم نمیتونه به ما تهمت دزدی بزنه. چی میگی؟ اون وقت به خود سیاوش چی میگی؟ نگران اون نباش، اون با من به من نه نمیگه. چند روز دیگه اینجا ما؟ فردا و پس فردا. پس ما این حساب 2 روز بیشتر وقت نداریم. فرد خود کنه اشتباه نکرده باشی سیامک. نه شک نکن. ببین شانسی یه بار میاد سراغ آدم، اینا سکه های شانس ماست، میفهمی؟ ساکت حرکت. کیوان! بله؟ نهارتو نبردی؟ وای تو بهترین زن روی زمین هستی؟ بگیرید! باریکلو پسر، باریکلو، خیال هممون راحت کردی. مخلصیم، ما داریم درس پس میدیم آقا. ناده، حالا بگو چه بیارم. من میدونستم که پرتاب من نقص نداره. اون که بله. خیلی خوشحالم، وای من خیلی خوشحالم دیگه، منو تو یک زوج هنری هستی. دارم میبینم که منو تو چقدر محبوب میشی. حتما. آره بلن با اجازه. چرت میزنه، نگاه کن چه خودشو خیس کرد. ای بابا آقا حوله بیا. سیاوش جان این که دیگه اینقدر فکر کردن نداره بابا، یه دوربین مخفی ساده است، چند دقیقه هم بیشتر وقتتو نمیگیره. میدونم ولی چرا کسی نباید خبر داشته باشه؟ وا چی شد؟ هیچی بابا، نمیپزه. ببین من باید برم دنبال کلیدا، بعدم برگردم رو نقشه کار کنم. تو خوب مخش کار بگیره خب،
قشنگ بپزش توجیهش کن که اونجا سوتی موتی نده. خب برمیگردم. چی شد سیامک؟ فکرت کردی؟ سیامک که نمیذاره یه دقیقه آدم تمرکز بگیره. سیامک رفته بیرون. حالا بالاخره چی هستی یا نه؟ میدونی من به شیرین قول دادم یه مدت دوربر سیامک نپلکم. نه که فکر کنی دوستش ندارم و داداشمه، دوستش دارم، باهاشم قهر نیستم اصلا. ولی چی؟ جوابی بگو، میخوام بی خیال داداشم بشم، خلاص دیگه. ولی این رسمش نیست آقا سیاوش. سیامک کم تو بال برات مایه گذاشته؟ از همون بچگی همه جوره هوا تو داشته. اصلا کم به خاطر تو با بچهای مل درگیر شد؟ کم جایی تو از بابا خدا بیامرزت پس گردنی خورد؟ حالا رسمش اینجوری تنهاش بذاری؟ باید با شیرین مشورت کنم. اصلا من به تو نصیحت، تو زندگی هیچ وقت نذار زن از جیک و پوکت خبردار بشن. چرا؟ مگه شما نمیگین یه دوربین مخفی معمولیه؟ خب نکنه خلاف ملافی تو کاره؟ نه بابا خلاف کدومه، ما فقط نمیخوایم ایده این کار لو بره. همین ایده؟ چه بار؟ دمت گرم، از اولش هم میدونستم نه نمیگی. من دیگه از این زندگی نکبتی خسته شدم. من هم اتفاقا همینطور. پس بچرخ تا بچرخیم. کجا داری میری؟ به جهنم. برای نهار برمیگردی؟ کات کات کات. خانم پوپک خانم. بله. شما که دوباره باز از خود دیالوگ گفتی که. ناده. بله. دیالوگش چی بود؟ بابا حواست کجاست پوپک خانم؟ شما اینجا باید میگفتی جای شما مردا همون جاست. اینا آخه تو رو خدا نگاه کن، خانم دلش نمیاد. نادر برش کن چای بیارم. سکانس از اول میگیم. آقای چند دقیقه شما استراحت کنیم، یه سری چای بیار. خوش بار تلفن تو بزن. ساعتت تنظیم کن نادر، الان وقتشه. سیامک بیا بیخیال شیم. واسه بیخیال شدن دیگه خیلی دیر شده. یادت باشه تماست با من قطع نکنی. خب چه چطور شد؟ چطوری آقا مجید؟ سلام. سلام. چی شد چی شد؟ اون موقع که میای مغازه جنس قسطی برمیداری اینجوری سر سنگین سلام علیک نمی کنی؟ نمی نیستم بخواه 2500 تومن رو میزنی زیر حرفه. من زدم زیر حرفم؟ نه پس بابای من چه روی داره مردم ها؟ وایسا ببینم، اولا که من هیچ 2500 تومنی. وایسا یه دقیقه وایسا. الو الو یه دقیقه صبر کن. الو اومدم ببخش اومدم. خسته نباشی هم بار فرمایش. من دیروز خودنویسم و تو ساختمون جا گشتم، اگه اشکال نداشته باشه من یه دقیقه برم خودنویسم و وردنم بیارم. اشکال که داره؟ آخه میدونی چیه؟ این خودنویس مال خدا بیامرز پدر بزرگمه. اونو یادگاری داده بود به من، گفته بود هیچ وقت خودت دورش نکن. میدونی اگه اون خودنویس گم شه اون بیچاره تو اون دنیا روحش چقدر آزرده میشه. شما بذار من این برم خودنویس رو جلو چشدم الان میرم برمیگردم. باور کن میگم همه برای شما هم دعا کنن. ایشالله شما عاقبت به خیر شید. Thank you.
شما اینجا ای؟ سلام چقدر شما بامزه ای؟ میخواستم یه چیزی بهتون بگم. من دیشب خیلی فکر کردم. خب میخوام به بابام بگم آقای روانشاد راضی کنه، آخر قصه رو عوض کنه. آخه من آخرش رو دوست ندارم. شروع یه زندگی دوباره. من و تو میتونیم با هم باشیم. نه خانم، نفرمایید زشتی این حرفا. چه زشتی داره؟ پایانش به خوبی و خوشی تموم میشه. شیرین کلمو میکنه. شیرین؟ شیرین؟ ها، اون یکی کاراکتر رو میگی؟ اون که اصلا مهم نیست. اون همش داره به شما زور میگه. شما نباید بذار اونجوری که اون دلش میخواد شما رو بار بیاره. تو باید تصمیم بگیری. تو باید آزاد بشی. منو تو بد فکری هم نیست، میشه راجبش فکر کرد. ولی فکر نکنم اسم اون یکی کاراکتر شیرین باشه ها. یعنی اسمش با من دروغ گفته؟ شما شیرین از کجا میشه؟ ببخشید خانم، عذر میخوام. بیا کارت دارم من. بیا. این خروس بی محل میمونه همیشه. بیا برو. دست در نکن. ببخشید استاد. آره؟ من میتونم یه زحمتی به شما بدم؟ بنزه کافی بهم زحمت دادی. نه، میخواستم فقط خواهش کنم که اگه ممکنه توی این سکانس فیلم ما بازی کنید. لازم نکرده. من اصلا از این دلقک بازی خوشم نمیاد. اختیار دارین دلقک بازی چیه؟ بابا ناسلامتی، ما داریم اینجا فیلم هنری میسازیم. اتفاقا چهره شما فوتوجنیکه. اصلا جون میده واسه فیلم بازی کردن. ببین بچه‌ها جون، بیخودی زیر بغل من ادونه. راستش بگو، نکنه به این هوا میخوای اجاره اینجوری بیاری پایین ها؟ خواب دیدی خیر باشه. بابا این حرفا چیه؟ ما مبلغ اجاره رو هم تمام و کمال تقدیمتون میکنیم. ما فقط میخوایم چهره دلنشین شما رو تو فیلم یادگاری داشته باشیم. همین. خودنویس هم پیدا شد. خودنویس این بوده؟ بله. یادت باشه پسر، دیگه این طرفا اینجاها چیزی گم نکنی، چون دیگه نمیذارم یک قدم بیای تو. بله. همین، حالا برو. سیامک اینجا چیکار میکنی؟ بریم سر صحنه کارت دارم. بریم. وایزه. بفرمایید. نادر، بچه آمادن؟ میخوام بگیریم ها؟ بله آقا، تا چند دقیقه دیگه آماده میشن. دیالوگات که یادت نرفته ها؟ این جیون من به من بگو، این دوربینه که مخفیه کجاست؟ ها؟ تو به این چیزا کاری نداشته باش، همون پشت اون درخت برخت هاست، از اینجا دیده نمیشه. چیزی شده؟ چیزی نشده. فقط بگو ببینم چرا قیافت عوض شده. ها موضوع چیه؟ شما فهمیدین؟ بابا خیلی ناقلایی. چرا؟ صداشو در نیاریم دیگه. بابا دوربین مخفیه. دوربین مخفی؟ آی پسر نادر. بجونم. بله. این دوربین مخفی قضیهش چیه؟ بیا برای توضیح میدم. میبریم؟ نه همین الان، همین جیبوس منو بود. اینجا که نمیشه، کار داریم، ضبطه. بیا آقا بریم ضبط. این پسر مشکوک میزنه. بیا بریم برای توضیح میدم دیگه. بریم. Thank you.
بمیری برزو کفته چه این پولی که گرفتی قلقه اینو یادم دادی آقا اصلا این پسر بچگی اینجوری بوده به آفتاب حساسیت داره یعنی زیر آفتاب که وای میسته قیافش گاهی اوقات عوض میشه عین اون آفتاب پرست نادر نور رفت دست به جنبو چای من چطور شد الان نه پسر تو فکر کردی که با دست کورا طرفی من خرم نه بابا صبر کن وقتی کاسه کوزه احمد رو ریختم توی خیابون اون وقت میفهمی آره سیاوش ببین تو بازی با این دختره وقتی دعوت میشه بزن شیشه پنجره رو بشکن خب واسه چی؟ کاریت نباشه همین جز برنامه های همین دوروی مخفیه جدی؟ من پولیش نمیدم ها من دیگه این زندگی رو نکبتی رو نمیتونم تو باشم اتفاقا من هم همینطور چرا داری دربری میگی؟ نمیدونم آقا پس چرا نمیچرخی؟ حالا کجا داری میری؟ تو جهنم حالا برات نهار درست کنم قرمه سبزی چی کار کردی پسر خلوچه؟ مگه مرد داری چی شکشی بودی ها؟ من هیچ کارم آقا شکست که شکست فدای سرش بابام پولشو میده دخلشو بیا بیرون آقا چه خبره چقدر داد و بیداد میکنی؟ خب شکسته که شکسته فد و سره آقا نه من هم قد شما نی ناده بله آقا یو چه شو نمیدونم دیوونه هست یارو تو لعنتی ببین سیاوشو بردار بیا تو زود باش بیار کیفا رو جابجا کن سیاوشم رد کن بره اوزا خیته ننم نه پیره پیریه قش کرده زود باش سیامک باش بریم باش آقا ما یه سر بریم اونور ببینیم چه خبره سر و صدا شد آی کجا میریم؟ منم میخوام بیام
نه خانم شما کجا بیای بابا، این انبار اعصاب نداره قاطیه یه چیزی میگه، شما هم جواستی بهتره. چرا؟ یه واسه چی؟ دوری مخفی تموم شد، برو بکنه. ببین تموم شد خواهد پوپک کنم، تکلیف چی میشه؟ برو دیگه در وقت شوخی مسخره بازی ببرو. ببین پس از قولم ازت خدافزی کن. خب؟ خدافزی. بهرامی جان تمام اکیپ رو بیار برای بازجویی. حتما. تا بعد از ظهر یه گزارش کامل از تمام وقایعی که اینجا اتفاق افتاده رو میخوام. سریع اقدام میکنم. در ضمن احمدی به بچه‌ها تو بیمارستان بسپر حواسشون جمع باشه، این اگه به هوش بیاد چیزای زیادی برای گفتن داره. اینجوری بده که نادر بگو چای بیارن. بیچاره پیرمرد گاومون زهید، همه چی خراب شد. هنوز نه. برخرم اگه اصلا معرکه لعنت، این پسر اینجا چی کار میکنه؟ یا وی جونم داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ آن؟ ببین حساب کتاب کردم، اون 2500 تومانی که من گرفتم زیادی بود. الان وقت این حرفا نیست. دبه نکن. خیلی خوب بابا، بیا بگیر بگیر بگیر، برو برو. دست به درم نمیدیم. قربان تو. اسمشون؟ سیامک شریفی. شما واقعا بازیگرین؟ بله. شنیدم امروز شیشه خونه انبار شکستی. خب راستش می‌خواستم یه جوری صحنه هیجانش بیشتر بشه. بدون هماهنگی با کارگردان؟ خب اون موقع خودم تصمیم گرفتم دیگه. عجیبه. چی عجیبه؟ اینکه اون ماجرا درست موقعی اتفاق می‌افتاده که سرقت داشته صورت می‌گرفته. منظورتون رو نمی‌فهمم. یعنی نمی‌دونم چه ربطی داره؟ راحت باشین، میتونین جواب بدین. الو الو سیامک سلام. علیک سلام، رسیدن به خیر. هنوز نرسیدم، تو خیابونم. ببین این نادر کیفه رو عوض کرده، من گفتم بهت بگم میخوای بیارمش اونجا یا ببرمش خونه. اتفاقا آقا نادر منتظر شما بودن، برسید خدمت ایشون. باشه میبرمش خونه نادر، هر چی تو بگی. اتفاقا کلید منزلشون رو برای شما گذاشتن تو جا کفشی. ببین تو این کیفه چیه؟ چیز مهمی نیست، اصلا خودتون رو نگران نکنید، من خودم خدمتتون میرسم. خدا نگهدار. الو الو خوله، چرا اینجوری حرف میزنی؟ شما میدونستید که انبار تو کار قاچاق عتیقه است؟ نه، اینجا فقط واسه ما یه محل فیلم برداری بود. میدونین چیه؟ نه. شبیه سکه قدیمیه، نه؟ دقیقا. اینو توی گاف صندوق انبار پیدا کردیم. ظاهراً از دست آقا دزده قصر در رفته. جالبه بهت بگم که آقا دزده دنبال پولا و جواهرات نبوده. ظاهراً دنبال یه چیزای شبیه همین سکه قدیمی بوده. لابد فکر میکرده پیرمرده نمیتونه به پلیس اطلاع بده. در صورتی که الان میراث فرهنگی شاکی است این پرونده است. یقما ولکن پیرمرد، مگه من با تو دعوا دارم؟ اونجوری تو چشام براق نگاه نکنا. اصلا مگه من همسن تو هم؟
بابا مگه نمیفهمی؟ دوربین مخفیه. نمیفهمی؟ هی بهش میگفتم پیره مرد مگه بهت نگفته بودم دوربین مخفیه؟ یادش رفته بود، نزدیک بود خرخره منو به جوه. همه مردم از ترس چارچنگولی چسبیده بودن به دیوار. این پالتو هم اونا بهت دادن؟ آره، گفتن مال خود خودت، قشنگه نه؟ پس دکمش کجاست؟ حتما توی دعوا کنده شده. تو دعوا کنده شد؟ خب تو دعوا دوگمه کنده میشه دیگه. چرا؟ دعوا دیگه چرا نداره؟ آخر سر نفهمیدم چرا نادر و سیامک نمیخواستن که کسی خبر داشته؟ چقدر تو خنگی؟ میگم دوربین مخفی بود. آخه تو چرا اینقدر خنگی؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسه شونه. من مطمئنم. صبر کن، سر در میارم. شیرین، یه فکر خوب. من نصف سالادم میدم به تو، تو نصف برنجتو بده به من. خب؟ بیا، دست دارم. میدونم برنج برام بده ها، ولی حاضرم دو پرس برنج بخورم، کمتر چیز بخورم. طرف رفته تو کما. یعنی چی؟ یعنی میمیره؟ چه میدونم، دکترش گفته فعلا هیچی معلوم نی. حالا چرا خودتو باختی؟ اصلا نگران نباش، هنوز که چیزی نشده. چیزی نشده؟ بیچاره اگه طرف بمیره که کارمون تمومه، سر هر دومون میره بالای دار. هنوز که طوری نشده انقدر شلوغش میکنی. گفتم که تصادف بود دیگه، اتفاق افتاد. نه همین راحتی، تصادف. فقط دعا کن اوضاع از اینی که هست خرابتر نشه. این یارو سرگرده چی بود اسمش؟ ستوده. از اون سیریشاست. سوتی که ندادی؟ چه میدونم، طرف خیلی تیزه رفته بود حسابی رو اعصابم. دیگه کم کم داشتم وا میدادم. اگه این جریان دوقلو بودنت هم بفهمه که دیگه تا آخرش میره. راستی سیاوش چی شد؟ یه ساعت پیش اینجا بود، کیفو ازش گرفتم بهش هم سپردم دیگه اون طرف آفتابی نشه. با اینه بخواهی چیکار کنی؟ فعلا یه جای امن قایمش میکنیم تا آبا از آسیا بیفته. فیلم برداری چی شد؟ یعنی هنوزم فیلم برداری برات مهمه؟ بالاخره این چند تا سکانسی که باقی مونده رو باید بازی کنم یا نه؟ میخوای همه بهم شک کنن؟ فعلا که فیلم خوابیده. فکر میکنم ممکنه کلی این جریان فیلمبرداری بازی بوده که بتونن خونه رو خالی کنن. یعنی کلن تعطیل؟ چه میدونم، فعلا تهیه کننده داره این درون در میزنه، بلکه بتونه فیلمبرداری رو دوباره شروع کنه. منتها یه جه دیگه. سلام سیامش، خوبی تو؟ چیه، باز اومدی جنس قسطی ببری؟ خب آره. نه داداش من، شما اول اون 2500 تومن تو صاف کن. تو که خودم 2500 تومانه به خیال شدی. من؟ کی؟ کجا؟ کی؟ به جون خودم شیرین داره دروغ میگه. دست شما درد نکنه آقا سیا. دیگه حالا ما دروغگو شدیم؟ همه چیز دوری رفته بود. همونجا که فیلم برداری بود، پلیس هم پیدا شده بود. بچه هاشون هم شاهدن. پلیس؟ آره. اوضاع خیلی خیلی بود. پیریه انگاه روغن قاطی کرده بود. چی میگی بابا؟ اون همش دوربین مخفی بود. دوربین مخفی کدومه؟ هنوزم دارم فیلم برداری میکنم، منتها جای دیگه. آقا مجید ببین، اون 2500 تومن مال خودت، فقط قول بده ما دوتا رو میبریم اونجا. باشه. انگار این جناب سرگرد نمیخواد دست از سر ما برداره. داره وقتش رو در میده. کی میشه این فیلم برداری لعنتی تموم بشه؟ تموم میشه، نگران نباش. نادر چی شده؟ این پسر یه خلچل اینجا چیکار میکنه؟ چی؟ سیاوش. چی؟ اینجا چیکار میکنه؟ کو؟ کجاست؟ اونجوری تابلو نگاه نکن، اون طرفه اون بر.
تو جمعیت وایساده. برو زود ردش کن تا این ماموره نفهمیده. بودو باشه باشه. ببینم کی میتونه کوی برداری بیاره؟ تو چیکار میکنی ها؟ من سیرین میخواست بین برداری ببینه، بعدم بیاد ببینه. مگه سیامک به تو نگفت برای نیایی؟ مشکلی پیش اومده؟ نه، چون اینجا برای مهمونای بازیگر جای مناسبی نیست. سیامک گفت من شما رو ببرم یه جای مناسب، الان خودش هم میاد. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. چای شیرینی هم میدن؟ آره آره، برو. سلام. سلام. چیزی شده؟ ناراحتی؟ چرا اخم کردی؟ چیزی نیست، فکر کنم یه خورده سردیم شده. میخوایم بگم آقا غلام براتون نبات داغ درست کنه؟ نه لازم نیست. چرا؟ خیلی هم لازمه. میدونین چیه؟ آخه من اصلا نمیتونم ناراحتی شما رو تحمل کنم. شما لطف دارین. الان بر میگردم. چیزی گفتی؟ داشتم میگفتم که واقعا حضور شما توی این گروه دلگرمی برای همه. فقط تو رو خدای وقت سوء تفاهم نشه شیرین خانم. سیامک فقط میخواست خودتون معذب نباشید. خواهش میکنم کار خودتون رو توجیه نکنید. اینطوری که بوش میاد ما باید بریم. سیاوش رو ندید کجا رفت؟ سیاوش؟ گفتی به دستشویی؟ دستشویی کجاست؟ بذاری من میرم دنبالش میارم. سلام. سلام. چقدر شما باوزه این همش به آدم میگین سلام سلام. لباستون عوض کردی؟ آره. چقدر خوشنگه. ما این خوشتیپتر میشم نه؟ بله. بفرمان اینم نبات داغ. دستتون درد کنه. اتفاقا چقدر الان احتیاج داشتم. ممنون. میخواستم بپرسم ازتون که در رابطه با آخر داستان فکر کردی؟ بله. چه لزومی داره که زن اول آدم تو کار آدم دخالت کنه؟ سیگین، من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. چقدر افکار منو چون شبیه هم دیگه هست. بله بله. خیلی خوب، بعدا مفصلا در موردش با هم حرف میزنیم. الان بریم سر صحنه. باشه، بریم سر صحنه. چه اینجوری میکنی؟ سلام، شما بفهمید سر صحنه من با سیامک یک کاری دارم. سیامک این خروس بی محل میمونه همیشه. کجایی تو؟ شیرین خانم داره دو ساعت دنبالت میگرده. دستشویی بودم دیگه. دستشویی اگه من نیومده بودم دنبالت که با این دختره رفته بودی سر صحنه. خب برم، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ اون دیگه شیرین خانم باید بگه. بودو ببینم، بودو تا بیشتر عصبانی نشده بودو بری. شیرینه، خیلی پوستشو خورد تمر. خوشمزه. بله. الو سلام. سلام تایی. ببین تنهایی؟ نه، هیچکی نیست، فقط خاتون شیرین اینجا. آخ دقیقاً منظورم همونا بود. ببین یه جوری که نفهمن من دارم با تو حرف میزنم، برو یه جایی خلوت، میخوام با چند کلمه حرف بزنم. گوشی چقدر شیرینیش هندونه شیرین بود. من میرم اینو گلا را آب بدم. وا یعنی چی؟ چه این کاره کرد؟ الان چه وقت آب دادن به گلاست؟ شما نگران نشین خاتون، الان معلوم میشه. حالا چرا انقدر عصبانی؟ برای اینکه تو قرار بود قضیه دوربین مخفی رو به هیچ کس نگی، چرا رفتی به خاتون شیرین گفتی؟ در ذهن مگه من نگفتم اون طرفا اصلا آفتابی نشو؟ من که دوست نداشتم پاشم بیام اونجا. شیرین خیلی دوست داشت فیلم برداری ببینه، منم گفتم بیا بریم ببین. دیگه اون طرفا نبینم تا. حالا مگه چی شده؟ به تو هیچ ربطی نداره. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. فردا صبح همیشه میری در خونه نیما اینا، یه کلید ویلا تو شماله ازش میگیری، دست شیرین رو میگیری میبری شمال. تا بهت نگفتم از اونجا بر نمیگردی، فهمیدی؟ جدی؟ جون من بگو از کجا رسیده. تو به این کارا هیچ کاری نداشته باش. فهمیدی چی گفتم؟ خیال تخت تخت. دلم لک زده واسه دریا.
تو اینجا چی کار میکنی؟ سیامک بود نه؟ نه نه؟ آره چی کارت داشت؟ ببین باورت نمیشه برامون سفر شمال جور کرده. آره. شمال میخواد بفرستتمون دنبال نخود سیاه. آره آره؟ نه ولی کور خونده. نه؟ نمیدونم. دستتون درد نکنه. چیزه؟ خیلی ممنون. قابل شما رو نداره. خیلی زحمت کشیدین. اختیار دارین چه زحمتی. سابس قابل داره. میدونین آدم وقتی کسی رو پیدا میکنه که ایدئالاش همه با اون میخونه احساس خیلی خوب و قشنگی پیدا میکنی مگه نه؟ بله درسته. و این حس بهت کمک میکنه که تو بفهمی میتونی با اون آدم تلپاتی برقرار کنی. درسته بله. میخواییم بگم الان شما داریم به چی فکر میکنیم؟ به چی؟ به این که چجوری حرف بزنیم. من؟ بله به این میگن تلپاتی. بله بله آسیامک سکا کجاست؟ راجبه چی داری حرف میزنی؟ لازم نیست نقش بازی کنی، من همه چی رو میدونم. خب خوبه، بگو ما هم بدونیم. باشه، بذار یه چیزی رو بهت بگم. دهن من چفت و بسته درست حسابی نداره. اگه بخوای با ما بازی کنی، همه چی رو میذارم کف دست پلیس. تو کی هستی؟ پس ما یکی دور برزی که داره نگاهت میکنه. دو روز بهت وقت میدم که فکراتو بکنی. ببین یارو، اشتباه گرفتی. بهتره تصمیم عاقلانه بگیری. اوضاع زیاد خوب. صداش تشخیص ندادی کی بود؟ نه حتما اون موقع حواسش به ما بوده. میگم نکنه سیاوش هم دیده باشه ها؟ میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم فعلا باید منتظر حرکت بعدیش باشیم. هر کس از این اکیپه باید گیرش بریم. سلام چطوری؟ اینو دیدی؟ کجاشو؟ بخش حوادثشو بخون. عینکتان را سلیقه انتخاب نکنید. چیو داری میخونی؟ گفتم بخش حوادث سرقت سکه های طلا. چه جالب. بخش تو چرا انقدر خنگی؟ منظورش همون خونه یه که توش فیلم برداری بوده. دقیقا همون روز و همون ساعتی که جناب علی اونجا بودی. عجیبه ها. عجیبتر از اون زمان دزدیه. یعنی دقیقا همون لحظه و همون ساعتی که تو اونجا بودی برای فیلم برداری. خیلی جالب شد. ببینم تو هم به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم؟ تو به چی فکر میکنی؟ به این که بریم دم این کلانتری دو تا بستنی نونی بخریم بخوریم، بعدم بریم به سیامک همه این داستانا رو بگیم. چرا پرت و پلا میگی؟ من مطمئنم کار خودشه. چه حرفیه میزنی؟ سیامک هر چی باشه دیگه دزد نیست. اون از شباهتش با تو استفاده کرده برای اینکه کسی بهش شک نکنه، جای خودشو با تو عوض کرده. من نمیدونم تو چرا نمیفهمی. فهمیدم. خب این چرا به عقل خودم نرسیده بود؟ باید بریم پیش پلیس. پلیس؟ نه نه اصلا حرف پلیس رو نزن. من نمیدونم تو چرا نمیفهمی من چی میگم. بابا اگر سیامک دستگیر بشه اون وقت میان یقه تو رو میگیرن. به چه جرمی؟ به جرم همکاری در دزدی. ببین من دقیقا نمیفهمم همه این چیزایی که میگی چیه. خب ولی اینو میدونم که ما باید بریم به سیامک کمک کنیم. واقعا که نداره. سیامک اصلا اینجور آدمی نبود. همیشه هوای منو داشته، دستمو گرفته، خیلی به من کمک کرده. خب من باید یه جوری جبران کنم براش دیگه. توی دزدی؟ آره. نه 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 نه. منظورم اینه که یه جوری این قضیه رو حل و فصل کنیم بره. خب چه جوری؟ اونو دیگه نیم سوال سخت نپرس از من. تو اینجور موقع خیلی کلت خوب کار میکنه. تو مطمئنی؟ 100% خودم از اون یارو پلیس شنیدم. آخه چجوری آقا میگن سطح هوشیاریش بالا رفته که؟ میگن عملش خیلی سخت بوده. طرف طاقت نیاورده زیر عمل تموم کرده. ای بابا اینم کارش چقدر نست در اومده.
آره مینا، دارم خودم میرم که عشقم موندنی باشه. بریز بیرون، بریز بیرون، عشقی بریز بیرون. آی آی عشق، یه چوی بخور این فکت بجنبه به چشم. خودم میرم که عشقم موندنی باشه. بهتر شو، بهتر شو، همجور بریز بیرون، همجور بریز بیرون، تمرین کن تو من یه چوی بخورم. سیاه؟ ها گافه اون زایید. چرا؟ انبار. انبار چی؟ انبار چی بنالده؟ انبار تموم کرد. تموم کرد؟ چه خوشگی شانس، چقدر چی بدبختی داره هوار میشه رو سر ما. اب نداره، حالا خودتو نباز، بقیه شک میکنم. کار از این حرفا گذشته، یه کارمون تمومه. اصلا همون بهتر که مرد. آره این الان دیگه هیچ مدرکی از ما نداره. کجا میدونه؟ خب اگه مدرک داشتن که تو الان حتما میومدن ما رو میگرفتن، درسته؟ الان 7-8 روزه میگذره. الو ببینم تو حرف حسابت چیه؟ چی میخواد؟ سلامم. 30% واسه من کافیه. در ضمن اگه بخوای میتونم 20% واسه آبش کنم. ببین همون یاروه. خوب نگاه کن ببین از بچه‌ها کی داره با تلفن حرف میزنه. ببین یارو، من یه بار دیگه هم بهت گفته بودم. اصلا نمیدونم تو راجع به چی داری حرف میزنی. عیبی نداره. فقط بذار یه چیزی رو بهت بگم. حتما تا الان قضیه اون پیرمرد رو شنیدی. حالا دیگه کارت خیلی سخت شده. یه تصمیم غلط میتونه بفرست بالای دار. پس این دفعه بیشتر رو بیشتر آدم فکر کن. شب با تماس میگیرم. اگه اون موقع هم بخوای منو بپیچونی یه راست میرم پیش پلیس. الو نفهمیدی کی بود؟ نه لعنتی. وا شما دو تا چرا یه همش واسه هم دیگه شکلک در میانی؟ ببینم هیچ کاری ندارین همچون اومدین نشستین بره دل من. خاتون به نظر شما تو این چند روزه سیامک یه ذره مشکوک نشده؟ سیامک همیشه خدا مشکوکه. هیچ وقت من از کاراش سر در نیاوردم. نه خاتون، منظورم اینه که تو این چند روزه چیز عجیب غریبی ندیدین ازش؟ هیچی، فقط 2-3 روز پیش یه جعبه دستش بود، اومد مستقیم رفت تو زیر زمین برای اینکه من نبینم، برد قایمش کرد. نرفتین سراغش؟ نه، برای اینکه اون در قفل میکنه. ببینم نکنه دوباره دست گل به آب داده. ها؟ یه بله گلونش دوباره تعریف کنه به مهری و شیبه ها که رسید خوابش برد. پس تو دوباره خواب بابا تو نهیده بانه شده بود ببینم بجم دیگه. خیلی خب وایسا برو کنار، خطرناکه. خب ولش کن نمیشه بریم. چی ولش کن نمیشه بریم؟ بده من ببینم. برو کنار. بودو بیا پیداش کردم. بیس
سال پیش من فکر کردم سیامک اینه از من دزدیده که شفته. نگو بیچاره راست میگفت، گمش کرده بوده. نگاه کن آخه اینجا شکسته. اینو ببینم، حالا وقت خاطره تعریف کردنه. آنه بگرد دنبال اون چیزی که باید بگردی. بودو ببینم. درسته درسته درسته. سیمه اینو نمیگم، اون جعبه بی خودی. بده من ببینم. این توش آچاره. بیا برو بابا. اینو بگیر. توش آچاره. حرف نزن. با این یارو میخوای چیکار کنی؟ پلیس که خودش کشته کنار. میرم باهاش صحبت میکنم، یه جوری راضیش میکنم. یعنی سکه رو میخوای بدی بهش؟ ارزشش رو نداره؟ معلومه که نه. اینجوری فقط جرممون سنگین تر میشه. پیشنهاد بهتری داری شما؟ من میگم اگه خودمون رو معرفی کنیم شاید هنوزم راه برگشتی باشه. دیوونه شدی؟ میخوای با دست خودمون همه چی خراب کنی؟ بابا همین الانش هم همه چی خراب شده، تو چرا نمیفهمی؟ ببین من خسته شدم از بس آویزون این و اون بودم. دلم میخواد بقیه عمرم رو راحت زندگی کنم. بابا وقتی یارو میتونه سکه رو آب کنه، نصف سکه رو هم بهش بدیم به سودمونه. تو هم که فقط فکر خودتی. اصلا انگار نه انگار یه نفر آدم این وسط نفله شده. آخرش که چی؟ آخرش که میگیرنمون. من همین الانش هم شبا خوابم نمیبره. تا میخوام بخوابم قیافه یارو این بختک میفته به جونم. خدا میدونه تا کی بتونم تحمل کنم. ببین من دیگه نیستم. کجا میری؟ آخه اون پیریه وجدان درد گرفتن داره؟ اون زنده و مردش چه توفیری داره؟ باشه برو، به خاله فیلمت اون برو به جهنم. بله چیکار باید بکنم؟ چه که بودی همیشه پدر خدا بیامرزت به میگو این سیامک بزرگ شه واسه خودش کسی میشه. بیچاره دیگه نمیدونست تو زرد از آب در میای. مگه چی شده؟ تو روت میشه اصلا به من نگاه کنی؟ من ساده رو باش که فکر میکردم دور تو رو پر گرگ گرفته. دیگه نمیدونستم که واسه خودت شدی یه پا دوست. دوست کدوم خاتون؟ بسه دیگه، مار بگز اون زبونتو که اینقدر دروغ نگی. میدونم این سیاوش خلچل با اون زنش دوباره اومدن نشستن پشت سر من چرت و پرت گفتم. من تو رو خوب میشناسم، تو سرت به کار خودت بود. آسته میامدی آسته میرفتی، حلال و حرام میدونستی. چطور شد یهو اینجوری شدی؟ الله اعلم. چه جوری شدم خاتون؟ من همون سیامک سابقم. تو اون چوب بابا تو میخواد که همچین بکوبم تو اون ملاجت زبونت این بلبل واسشه. اصلا میدونی چیه خاتون جون؟ برای که بیشتر از این آبروی شما نرو هرس نخوری، ما رو به خیر، شما رو به سلامت. اه سیامک،
انتظار هر کسی رو داشتم جز تو. چیه؟ به من نمیاد؟ چرا؟ خیلی میاد. تلفن چی؟ اون کار کی بود؟ مجبور شدم از داداشم کمک بگیرم. سکاکو، سکا رو آوردی؟ دیگه پیش من نیست. مثل که تو اصلا نمیخوای قضیه رو جدی بگیری. چی کار داری میکنی سیا؟ این کارا به قد و قواره تو نیومده. لازم نیست به پلیس خبر بدی، چون خودم میخوام همین کارو بکنم. ولی من شما هم اینجا این چه جالب. امیدوار بودم سکارو با خودت آورده باشی. پس همش تله بود. میتونی اسمشو یه جور بازی بذاری. چرا بین این همه آدم من؟ همه به لطف شکستن اون شیشه تو رو دیده بودن و میتونستم به نفعت شهادت بدم، اما من نمیتونستم باور کنم که تصادف بوده. برای همین مظنون اصلی پرونده تو بودی، تا اینکه این دکمه پیدا شد. از لحظه‌ای که دکمه پیدا شد من شک زیادی به تو بردم. روز بعد توی حیات پیداش کردم. مسئول لباس میگفتش که مال پالتویی که به شما داده بوده. توی دعوا کنده شده بود و افتاده بود گوشه حیات. من تا وقتی پالتو رو به من نشون دادن دیدم که تمام دکمه‌های سر جاشه. با این حال هنوز مدرک قابل توجهی نداشتم. ولی خانم خسروی مدرک خوبی بهم داد. خوبه. مخصوصا نجیکو بوکت با اون رفیقت، چی بود اسمش؟ نادر. آره. خانم خسروی به خاطر علاقه‌ای که بهت داره تمام حرکاتت رو زیر نظر داشت. باوشتر از اونیه که نشون میده نه؟ برای همین تصمیم گرفتیم قضیه باج رو مطرح کنیم، اونم از میون اکیپ خودتون، تا یه وقت کسی شک نکنه. خانم خسروی اصرار داشت که خودش این کارو بکنه، نمیخواست کسی از ماجرا بویی ببره. اگه نمیومدم چی؟ مطمئن بودم میای. مخصوصا اینکه خبر مردن انبارم شنیده بود. اون سکه ها میتونست به قیمت جون تموم بشه. یعنی نمرده؟ خدایا شکرت، خیلی نکرت. نه قربونت برم. برای اینکه وادارت کنم بیای مجبور شدم یه خورده پیازداغش رو زیادتر کنم. دمت گرم. انبار به هوش اومده بود اما نتونست شناسایید کنه. الانم به جرم قاچاق سکه های عتیقه بازداشته. بله؟ درسته. باشه باشه باشه. سکه های عتیقه رو بردن به میراث فرهنگی تحویل دادن. جدی؟ آره آره. یکی شبیه خودت. خیلی خوب. بریم این جوون حرفای گفتنی زیادی تو آگاهی داره که باید بزن. ببخشید جناب سرگرد. بفرمایید. من میتونم 2 دقیقه با آقا سیامک صحبت کنم؟ بسیار خوب. ولی خیلی کوتاه. چشم. بفرمایید. هنوز از من دلخوری؟ نه. خب آخه همش به خاطر خودتون بوده. بله مرسی که به فکر من. ببینی یه سکانس دیگه تو این فیلمی که من و شما با هم بازی کردیم مونده. خب از جناب سرگرد خواهش کردم که اجازه بده این سکانس رو بازی کنی. هم فیلم تموم میشه، همین که هیچ کس نمیفهمه چه اتفاقی افتاده. خوبه اینجوری فیلم باباتون هم عاقبت به خیر میشه. آفرین. ببین من میخوام یه چیزی بگم، ترسم دیگه وقت نباشه که بهتون بگم. من در مورد پیشنهادتون فکر کردم. کدوم پیشنهاد؟ ازدواج. چی؟ خیلی برام سخته ها، ولی منتظرتون میمونم. خانم من جرمم خیلی سنگینه، حالا آزاد نمیشه. این انتظار خیلی شدیده. ببین من یه تومور ناجور بزرگ تو کلم دارم، تا آخر امسال اصلا زنده نیستم این دنیا اومدم. تو بگردی من چجور آدمیم؟ فهم کنی تو سختی ها تو رو تنها میذارم و از پسش برمیو میدونم. جناب سرگو بیا منو ببرد اینجا. سلام داداش. سلام.
خوبی؟ تو که خوب نیستی. ولی عیب نداره. آخه شیرین میگه اینجوری که تو اونجایی برای هممون بهتره. شیرین دختر خیلی خوبیه. همینقدر که باد رو راسته خودش خیلی. هفته دیگه عروسی میکنیم. البته با اجازه شما. مبارک باشه. شیرین چقدر بهت سلام رسون. خیلی دلش میخواست بیاد. دلم میخواست تو هم بودی. منم خیلی دلم میخواست باشم. ولی خب حالا که اینجاییم. راستی من یه تشکر درست حسابی به تو و شیرین بده کارم. میدونم میدونم. بابت 2500 تومن مجید. نه. بابت تحویل دادن اون سکه ها بهم خیلی تخفیف دادن. قابل تو رو نداشت. خاتون چطوره؟ هنوز نمیخواد منو ببینه؟ چرا؟ همین روزا میاد سراغت ملاقاتی. انقدر گریه کرده نمره عینکش 2 نمره رفته بالا. آره میدونم. میدونم چقدر دستم شاکیه. بهش بگو سیا گفت شرمنده‌ام. قول میدم این بعد دیگه بچه خوبی برات باشم. باش. یه کسی اینجاست که از دیدنش خیلی خوشحال میشی. کی؟ چیکار میکنی؟ هنوز از دست من دلخوری؟ مهم نیست. اومدم بهت یک خبر خیلی خوبی بدم. چی شده؟ بازی تو فیلم دیده شده. 2 تا پیشنهاد کار داشتی تا الان. چه فایده؟ یعنی چه فایده داره؟ از اینجا که خلاص بشی تو اون کاری که استعداد داری، اون کاری که دوست داری انجام میدی. آره همیشه از بچگی همه جا همینو بهم میگفتن. اصلا نگران نباش. از بابام قول گرفتم هر کاری که میتونه برات انجام بده. دست شما درد نکنه. باز هم میام دیدنتو. پوپک خانم. بله. ببین راستش من میخواستم ازتون تشکر کنم بابت همکاریتون با پلیس. میدونی من خیلی فکر کردم، دیدم شما اگه اون کارو نمیکردین معلوم نبود چه بلایی سرم میومد و من الان سرش کجا در آورده بودم. خیلی دختر خوبیه. تو این مدت خیلی برات مایه گذاشت. بد نیست راجبش فکر کنی. با هم این رو با هم بالا پایین ببریم. ببین پایین بالا پایین بالا پایین. بگو دلو تو بگو. های وزیر اعظم، مالیات ها را ستاندی؟ بله 1000 سکه زر ستاندی. احسنت احسنت. پس این تلخک من چه شد؟ امیناک وارد می شود. بگو بیاید. بگو بیاید. بلند بگو. بگو بیاید. ببخشید آقای کارگر.
تاو شد.